صبح بخیر بازم به با ادامه برنامه صاف ها زندگی خوش آمدین فرهنگ خریداری موضوع امروز برنامه و زندگی هست در میان خریداری مسئله که خیلی ها جالب هست چانه زدن هموطنهای ما هست و هم زمانی که یک خریدار میره به طرف ازی که وسایل خود را به فروش برسانه و همچنان زمانی که مشتری میره خریداری بکنه اکثرا این چانه زنی ها مطرح میشه ولی بیایم به این فکر بکنیم که آیا در دوره پیامبر بزرگ ما وجود داشته یا نه صحابه کرام در جریان کارهایشان در تجارتشان چانزنی می و یا نه و یا به اصطلاح آمیانه اینا جگرم کردن در خرید فروش و کالاهایشان و یکی از دید اسلام آیا چانزنی یا همین جگره کردن روا هست و یا نه در این رابطه می خواهیم بحث داشته باشیم با استاد عزیزی که همی لحظه در استیدوی صحب و زندگی با ما هستن محترم آتف دایی استاد خوش آمدین بس سلامت باشید بخیر باشید نرز حرمت دارم به بیننده عزیز و شما که اینجا سلامت باشید خیلی ها ممنون شوش. از اینکه تشریف آوردین یه نفسات از خود چانه برای ما بگوین چانزنی در خریداری چقدر مهم هست؟ مواردش فرق میکنه یکی در کدام حالات اشخاص باید چانزنی بکنن و کدام حالات باید چانزنی نبکنن ولی آیا اهمیت داره؟ خیلی زیاد اهمیت داره گاهی اوقات البته بله. همیشه چانزنی اهمیت نداره گاهی اوقات ضررش از فایدهش که بسیار زیاد میباشه ولی در مجموع چانزنی یک امر سنتی از گذشته ها مانده بله. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم در بعض موارد چانه‌زنی را آنقدر جدی گرفته که خودش دیگرها را یک قسم متعجب ساخته یعنی ما در سیرت جا. نبوی چانه زنی را میتونیم که خیلی ها بازه پیدا کنیم بکنیم کاملا خود در بازار میره وقتی جنس خرید میکنه با فروشنده خیلی زیاد گفتگو میکنه و سوالایی رد بدل میشه کمی پوینتر کمی پوینتر شاید ارزان گرفته باشی آه آه. خب زنی گفتم موارد زیاد داره ولی اهمیتش گاهی اوقات زیاد است ضررش گاهی اوقات در بعض موارد بیشتر است که ما میخوایم صحبت بکنم حالا نس سری استاد از نگاه <تصفح> مواردی که در رابطه با چانزنی هست وجود داره در قرآن عظیم و شانی هم در حدیث ذکر شده قرآن کریم که همیشه عادت قرآن همین است که اصول را بیان بل. میکنه با فروات نمی پردازه که چانزنی در بیع و شرا یا خرید و فروش از موارد بسیار فرعی و جزئی خرید و فروش است و بیشتر به طبیعت فروشنده و به طبیعت مشتری خریدار برمی گرده اکثریت یا تعدادی از خریدارها و مشتری ها که یک کمی مدنی باشند و شهر نشین باشند اصلا به خود اجازه نمیدن که چانه زنی بکنن گویا اه. که خب نیست خلاف اصول خریداری است در اطراف و بازار های اطراف دورتر از مرکز چانزنی مدره خیلی زیاد مدرس هر قدری که بریم به طرف اطراف چانزنی به حد میشه که شاید سه روز چهار روز پنج روز طول بکشه تا یک جنس خریداری بکنه مثلا یک حیوان میخره میخواد به خریداری بکنه جور نمیاد قیمتش میگه فردا گپ میزنه باز جور نمیان پس فردا گپ میزنن پس فردا ولی در شهر هر قدر نزدیک میشین می موارد کمتر میشه جنس هم می خره دوستش میگه چرا نگفتی کمی ارزانتر میگه دیگه ما چون زنی بکنیم دوست نداره که شخصیت برای خود یک قسم شخصیت ساخته بله. ولی که شخصیت صادق است کاذب بس قدر زیاد ایم مهم نیست اگر چانه زنی بکنه باعث حق حرمت به اون نمیشه و شخصیت هم لکدار نمیشه حکمش از دیدگاه اسلام چه هست؟ در مجموع پیامبر صلی الله علیه وسلم تشویق میکنه اصحاب خود را کسانی را که معامله میکنن با چا نزنی مثلا یکی از اصحاب البته پا... عمومی نیست باز میگم خصوصی است یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شکایت میکنه از اینکه فروشنده او را بازی میته میشه فریبش میته از غدر غرر کار میگیره آه. آه. عیب جنس خود پنهان میکنه مواصفات و صفات نه. و ویژگی های دروغین به جنس خود بیان میکنه پیامبر صلی الله علیه و حق اختیار آموزش میده. میگه برو برازو بگو که لا خلابت فی الاسلام در اسلام فریب نیست نیرنگ نیست یعنی با بایه و مشتری بایه و فروشنده نباید مشتری را فریب بوده اگر تو فروشنده مرا فریب میتی ما سی روز مهلت دارم که این جنس را ببینم عیبی پیدا کردم نقصی یا خلاف او صفاتی را که تو بیان کردی پیدا کردم دوباره جنست مسترد میشه با بیان این ترفند مشروع و مصلحت آمیز که پایین برس بیا آموزش میته که نوعی از چانه زنی و چانه بازی است پیش بایی مشتری ای آدم دیگه از اونمون مشکل نجات پیدا میکنه دیگه کسی فریبش داده نمیتونه در دا فروش و خرید جنس ای آدم یک تاجر خوب میشه در حالی که قبل از او جنس می خرید مثلا ده درهم میرفت که بفروشش دوازده درهم کل امسای دکانش ده درهم و هشت درهم میفروخت داره ای آدم نقص میکد و بعد از اینکه که چانزنی زنیر پیمبر صلی الله علیه وسلم به ای آموزش میته بگونه مشروع و قانونی و منطقیش از ای از این مشکل نجات پیدا میکنه در مواردی از دیدگاه های فقه ها ما میبینیم که چانزنی را آموزش میتن برای دوستانشون مثلا ابو حنیفه رحمت علیه یکی از تاجرای زمانش بود و پدرش هم تاجر بود وقتی جنس خرید فروش میکردن خیلی زیاد دعوا میشدن برای زی که جنس خصوصا ما که فروشنده را نشناسیم شخصیتی از اون صداقتش را نفهمیم اینجاست که ما مجبور ناخداغا میریم متوسل به چانزنی میشیم تا ای که اطمینان ما حاصل شود که می آدم جنس به قیمت اصلیش به ما میفروشه یا نه و جنس هم کیفیت خوب داشته باشه و خاطر که چانزنی کم هم باشه پایین برسه تشویق میکنه تاجرها خصوصا چه میگه؟ التجار و صدوق الامین مع النبین و شهدا و صالحین تاجری که دو ویژگی داره سه امتیاز میگیره دو ویژگیش که صادق باشه و امانتدار باشه سه امتیازش که روز قیامت حشر رو میشه امرای پیامبرا شهدا و صالحین که به اتفاق علما شهدا وارد بهشت میشن انبیا اهل بهشتن بله. و صالحین هم اهل بهشت است دو ویژگی سه امتیاز میگیرن بله. یعنی به این معنا که اگر تاجر صادق بود زنی به حد عقلش میرسن بسیار خوب شما در یک جای ذکر کردین که این زنی در روایاتی که ذکر شده و در تشویقایی که پیامبر صلی الله علیه و, و سلم برای اصحابای کرام داشته خصوصی ذکر شده و در تمامی موارد نیست حالا بیاین بر بگین در کدام موارد باید چانزنی صورت بگیره در کدام موارد مخصوصا باید از چانزنی ما جلوگیری بکنیم که ممکن بتونه برای آینده مشکلای جدی ایجاد بکنه بله زیاتر فقهای ما خصوصا در قسمت امام جعفر صادق فقهشه که وقتی ما مطالعه میکنیم میگه اگر کسی گوسفند برای قربانی یا یک حیوان دیگه را به قربانی میخره چانزنی نکنه چرا که عملش عمل واجبی است در عمل واجبی چانزنی درست نیست اینجا باز فقه های احناف چه میگن؟ اگر بفهمه که نفر بازیش میته گزفند پنج هزار ده هزار میفروشه این که ظلم است باز پیانبر صلی اللہ علیه وسلم میفرماید که برادرت اگر ظالم هم باشه کمکش کن اگر مظلوم هم باشه کمکش کن کم. او فروشنده که ظلم میکنه در حق خودش هم ده حق مشتری هم من من حیث مشتری کمکش میکنم که من حیث ظالم روز قیامت مجازات نشود بیتر است که ز... از ظلم دستش بگیریم متواصل میشیم به چانه زنی چانه زنی سبب میشه که ما یک برادر مسلمان ما را از عذاب بزرگی که به عنوان ظالم بودن است نجاتش بدیم هرچند که فقهی بزرگ ما امام جعفر صادق استاد ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که چانزنی در خرید فروش مال قربانی نباید صورت بگیره همین قسم تمام وسایل و اساسی را که ما به حج خود میگیریم بله. چانزنی صورت نگیره چرا که عملی را که قرار از انجام بتیم فرض است ولی متاسفانه در ناحیه حج بیشتر دیده میشه وسایلی که خریداری میشه لباسایی که نه به خود حمل و نقل میکنن تا مصارفی که برای حج میپ خیلی ها بیشتر دیده خیلی. میشه همچنان ده خرید تکفین برای میت چان از صورت نگیره دایی هم گاهی اوقات چان از اینی صورت میگیره و اگر نگیردم مطمئن باشه همه دوستا که خیلی ظلم میکنن فروشنده ما همیجه بهتر از سفارش کنم به برادرای ما که تکفین میفروشن تجهیزات میت آماده کردن میفروشن ما که آگاهی دارم از این مسئله مطمئن هستم که حرف میزنم لطفا ظلم نکنند جنسی را که در 500 تمام میشه 5000 میفروشند که بیخی ظلم است از یک طرف که خانواده خیلی غم دیده زیاد دوام نمیکنه چانه زنی هم نمیکنه نمی از طرف دیگه از خدا بترسن نمی برادرای ما این دهی حد ظلم نکنند بعدازیش با باشه اونا میگن که ما در یک روز دو روز دو فروش سه فروش داریم باید 5000 6000 بفروشیم میکاره نکنن میتونن در پلی تکفین میت چیزهای دیگری هم در به فروش برسانن اما در حق خودشان در حق برادر مسلمانشان که غم دیدن ظلم نکنند چانه زنی در این موارد درست نیست بیاین حالا از بحث نکاح بر ما بگویید بیشتر در حق مهر در خانواده ها زمانی که محفل عروسی برگزار میشه در میز نکاح هم به نحو این مسئله بله. دیده میشه که کوشش میکنن که حق مهر را گاهی بالا ببرند، بله. گاهی پی... پایین برن و یک چانه‌زنی به نحوی صورت میگیره آیا جواز داره عجب نکته اساسی سر اشاره کردیم که ما مگر یک طرفه قضاوت نکنم خوب است د این صورت برادرها خفه میشن ما خفه ولی اون است که یک موجای دیگه هم من میشه فکر کنم از امی در ایشه بود اشاره کرد داشتم به دوستای ما که بلند بودن مهر دلیل بر شخصیت بزرگ یک دختر نیست و چانه زدن هم شخصیت یک دختر پایین نمی کنه در جوریان مهرش شاید کسایی باشن که به عنوان عروس قرار است که عروسی خانواده شون تحصیلات خیلی عالی دارن شخصیت بالا دارن در مهریش چانه بازی میشه و چانه زنی میشه این شخصیت زور لکدار نمیسازه هدف ما این است که چانه زنی کدام مشکل نداره کدام مشکل در تعیین مهریه نداره بلی. ولی اگر ملت اصلاح باشه آگاهی دینیشون بالا باشه ولی روایت ش... شده که کمترین مهریه کم... بهترین مهریه همه هست. چیز مشخص است بهترین نکاح همون نکاحی است که کمترین مهر داشته باشه اگر ملت اصلاح باشه آگاهی دینیشون بالا باشه بله. سطح دانششان نسبت به دین خیلی بالا باشه فهم صحیح و درست از دین داشته باشن مطمئن باشید که هیچ کسی چانبازی نمیکنه. اگر یک افغانی هم مهریت این بکنن یا مو حداقلش که در درهم است این بکنن و همه مطمئن باشه که هیچ خطر متوجه به عروس نمیشه و هیچ خوبی بر داماد از او بیشتر نیست که در زندگی یا این هم خیلی خانواد خانوادگی ایجاد نمیکنه موارد خیلی جالب بود که واقعا از استاد شنیدیم و ای که کمتر بتونیم خود را عادت بکنیم و عادت بتیم خود را به این که در بعضی مواردی که چانه جواز نداره ما چانه نکنیم مخصوصا که حالا نزدیک حج رفتن هست حجاجی که آمادگی میگیرن کوشش نکنن در زمان خریداری وسایلی که برای حجشان نیاز دارن چانزنی بکنن چون از دید اسلامی جواز بیشتر نداره و در کنارش هم دوستایی که کار میکنن در بخش که بتونن مراسم تدفین و آنچه مربوط به میت میشه را تهیه بکنن استاد فقط اگر یک جمله گفتنی داشته باشین برای هموطنان اگر فروشنده اگر فروشندگان ما صادقانه فروش داشته باشن و صداقت در دا فروششان داشته باشن و صداقتشان مثل یک امانت پیشون باشه هیچ گاهی چانبازی هم درد سر به اونها نمیشه حالا از بل... خریدارا چیز نمیگیم؟ از مشتری ها چیز نمیگیم؟ <applause> برای مشتری هم میتونم یک جمله بگویم در صورتی که میفهمند که فروشنده در حقشان ظلم میکنن اه. تا که توان دارند گفته با گفته پیامبر صلی الله علیه و تا که عرقشان بریزه اه. تا که عرق چانوازی بکنند و دست نبردارند این سبب میشه که از طرف خودشان فایده بکنه چند افغانی در جیبشان بونه و از طرف دیگه برادر فروشنده خود را از ظلمی که قرار از ده حق از روا داره از او باز میداردش و یک در واقع یک لطف از ده حق فروشنده سلامت, سلامت که شکر از شما سپاس از این که شما هم تا این لحظه بیننده یه صبح ها زندگی هستین بیننده برنامه ما همچنان در ساعت سوم برنامه باشین نزدیک میشیم به خبرای ساعت 9 مهمانایی که در ساعت سوم برنامه با ما هستن نظر و دیدگاهتون در رابطه با هم چانه زنی در رابطه با خریداری مهم است از طریق صفحه فیسبوک بر ما بفرستین شما و خبرای ساعت 9 همچنان فراموش نکنین که ماین ما افغان هم در ساعت سوم برنامه با ما هست با گزارشات زنده از سطح شهر کابل و اینکه چه خریداری های قرار است افغان بکنه و چه بر ما سوقات میره خبرهای ساعت نو تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین